سرخط خبرها. ترسناکترین حمله مخالفان شب گذشته در کابل و کمترین تلفات. دو مهاجم از بین رفتن و از اثر اینمی انتحار. نه در کمپ برای کسی توان رسیده و هیچ کس توانش داره. بیانیه شماره دوم علمای شیعه افغانستان در ارتباط با حادثه هولناک دیمزنگ. این شورا تمامی جناح‌ها و دسته‌های درگیر در این جریان را به همدلی و همنوایی فراخوانده است. نهادهای ناظر انتخاباتی و باز کردن پرونده انتخابات پارلمانی. این نهادها در نامه سرگشاده از رئیس جمهور خواستند تا انتخابات پارلمانی را با صدور فرمان تقنینی برگزار کند. و محرومیت 300 هزار کودک آواره سوری از تعلیم و آموزش. یکی از این موانع محدودیت مکاتب و مراکز آموزش است. با سلام و شب بخیر، توجهتان را به اخبار این ساعت جلب می کنم. مهاجمان مسلح شب گذشته بر یک شرکت خارجی در حوزه نهم شهر کابل حمله کردند. وزارت داخله گفت که در جریان درگیری بین نیروهای امنیتی و مهاجمان یک پلیس کشته و 3 پلیس دیگر زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ساعت 1:25 شب گذشته بود که انفجار موهب و بعدا حمله گروهی مهاجمان مسلح بر یک شرکت خارجی در حوزه نهم شهر کابل خواب را از پایتخت نشینان ربود. گروهی از مهاجمان که با جنگ افزار مجهز بودند با استفاده از یک موتر مملو از مواد انفجاری در مربوطات حوزه نهم امنیتی کابل بر یک شرکت خارجی به نام ناردگیت حمله کردند. پلیس کابل گفته مهاجمان مسلح نخست موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیکی دیوار این کمپ منفجر کردند و پس از آن 3 مهاجم دیگر در یک سرای داخل شدند و به تیراندازی پرداختند. ما از تقریبا یکان 50 سانت از جای ما بلند شدیم که از خواب بیدار شدیم و خطا شدیم. گفتیم چی گپ هست؟ با اینجا طالبان جا بجا شده بودن بلند که جنگی دامه داره در بانجا. یک بسیار قوی انفجارات شد بیدار ما کرد. سعی کردیم هر طرف که بدن دیم که از هزار سقامت یاد دیم چی آمده همی دولتی آمد یاد دیگه ما نفهم دیم که در کدام سقامت یاد انفجاریش. پلیس کابل افزود نیروهای امنیتی لحظات پس از انفجار موتر بم به ساحه رسیدند و با نیروهای ویژه ساعت 3:30 عملیات برای نابودی مهاجمان مسلح آغاز شد. سرانجام مهاجمان مسلح پس از چندین ساعت درگیری و در ساعت 7:30 صبح امروز از پا درآمدند. در زمان حمله در شرکت ناردگیت شماری از مهمانان خارجی نیز حضور داشتند، اما گفته شده که در این حمله به مهمانان آسیبی نرسیده. فرمانده پلیس کابل گفت در این رویداد یک پلیس کشته شده و 3 تن زخمی شدند. هر دو مهاجم از بین رفتن و از اثر اینمی انتحار. نه در کمپ برای کسی توان رسیده و هیچ کس توانش داره، ولی پلیس ما که در قدم اول رسید اینا را از دخولشان به کمپ یا به اینمی شرکت ها ممانعت کردن. متاسفانه که یک پلیس ما جام شهادت نوشید و 3 نفر پلیسای ما زخم برداشتن. هرچند این حمله تلفات زیاد جانی را در پی نداشت، اما خسارات مالی آن برای باشندگان محل زیاد بوده. از اثر شدت این انفجار بسیار خانه های نزدیک محل رویداد آسیب دیدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته که این حمله تلفات زیاد را به دنبال داشته. در 10 روز اخیر این دومین حمله بزرگ مهاجمان انتحاری در کابل است. شنبه هفته پیش مهاجمان انتحاری داعش شنبه خونین کابل را رقم زد که در آن بیش از 90 نفر شهید و 350